امیررضا عارفی معروف به پیمان در سال 67 در خیابان پاسداران به دنیا آمد. در همان خیابان هم بزرگ شد. اما در کودکی پدر خودش را از دست داد و مادرش به تنهایی ناهید رحمانی پیمان و برادرش را با هم بزرگ کرد. پیمان از همان کودکی علاقه شدیدی به تاریخ ایران باستان داشت. این علاقه را پسرعمه اونم داشت، آرش رحمانی، و همین بهانه شد برای دوستی پایدار این دو. هر دو با هم مطالعه میکردن و ارتباط شدیدی با هم داشتن و در ارتباط با ایران باستان با همدیگه به گفتگو میپرداختن. ارتباط پیمان و آرش به حدی بود که پیمان بارها در زندان به خود من حتی برمیگشت میگفتش که آرش رو من بزرگ کردم. اما اواخر آرش دیگه کنترلش از دست من خارج شده بود و حرفای منو گوش نمیکرد. پیمان خیلی زود عاشق شد. عاشق دختر زیبایی به نام زیبا. زیبا صادق زاده همسر مهربان برای پیمان بود. همسری فداکار، همسری عاشق. اما عشق این دو ادامه داشت تا اینکه در فروردین سال 88 ماموران اسلامی از اونجایی که نمیتوانستن عشق انسان به انسان را ببینن، از اونجایی که نمیتوانستن عشق دو یار عاشق را ببینن، از آنجایی که دینشان، باورشان عشق را محکوم میدانست، به خانه پیمان در خیابان پاسداران یورش برد. بخوابید زمین آشقالا، بخوابید زمین، خفه شو، بگو اصلت رو کجا پنهان کردی، بشین عوضی، بشین با این پسر بزرگ کردنه. های دختر هرزه، بگو بمبارا کجا قایم کرده، کدام اسلحه، کدام بمب؟ زیبای من آذرش به یک مورچه هم نمیرسد. در خانه من جز قلم چیزی یافت نمیشود. خواهش میکنم حاج آقا، خواهش میکنم، شماها هم باید بچه داشته باشید، با پسران من و عروسم کاری نداشته باشید. به خدا اینا بیگناه هستن حاج آقا، خواهش میکنم، ما انسانهای خطرناکی نیستیم که اسلحه برای من کشیده اید. اما همزمان با یورش به خانه پیمان و بردنش به همراه زیبا به زندان اوین، به خانه رحمانی هم یورش بردن تا آرش 19 ساله به همراه خواهر باردارش رو با کتک و فوش و ناسزا به اتاقهای بازجویی 209 منتقل کنند. پیمان و زیبا، آرش و خواهر باردارش، تو اتاقهای بازجویی 209 زیر بدترین شکنجه ها قرار گرفتن تا اعتراف کنن، تا آماده شون، آماده پروژه وزارت اطلاعات. آره، اونا نمیدونستن 3 ماه بعد در ایران انتخاباتی رخ میدهد و در اون انتخابات کودتایی میشه. شب با بدنی رنج کشیده و خسته به طرف سلولشون میرفتن تا یه چند ساعتی استراحت کنن و خودشونو آماده کنن برای شکنجه فرداهایی که همچنان شکنجه میشدن و نمیدانستن چه سرنوشت شومی در انتظارشونه. بازجویان که مقاومت پیمان و آرش دیده بودن دست اون نقطه ضعف اونا گذاشتن، نقطه ضعفی که هر انسانی رو میتونه خورد کنه، و اون نقطه ضعف چیزی نبود جز زیبا و خواهر آرش. دست روی این دو گذاشتن تا آرش و پیمان بشکنن و اعتراف کنن. به خدا زیبا هیچ کاری نکرده، خواهش میکنم با زیبای من کار نداشته باشید. هرچه گویید انجام میدهم، فقط با زیبای من کاری نداشته باشید. اعتراف میکنم، هر آنچه که شما گویید اعتراف میکنم.
سه ماه شکنجه آرش و پیمان به همراه زیبا و خواهر آرش، انتخابات هم آغاز شد و کودتا شد. حالا نیاز به یک بیدادگاهی بود به نام دادگاه علنی، نیاز به قربانی داشت، قربانیانی به نام آرش و پیمان به همراه خانوادهشون. به همین واسطه برگشتن زیبا و خواهر آرش رها کردن و به پیمان آرش گفتن در دادگاه علنی که همان بیدادگاه جمهوری اسلامی بود شرکت کنید، شما را هم آزاد میکنید. اما اگر شرکت نکنید نه تنها آزاد نمیشوید، بلکه دوباره زیبا و خواهر آرش را به زندان راهنمایی میکنید. آره، نام بیدادگاه خودشونو دادگاه علنی میذاشتن. پنج مرتبه اگه اشتباه نکنم دست به آزمایش خودگذشتگی آرش و اعترافات دروغینش باعث شد جان خانوادهش نجات پیدا کنند. حتی جان پسر عمش، جان خواهرش، جان همسر پیمان همه با هم نجات پیدا کنند. اما در کمال ناباوری هم به پیمان و هم به آرش حکم اعدام دادن. قاضی دادگاهشون کسی نبود جز صلواتی. مثل آب خوردن حکم اعدام دو جوان 19 ساله و 21 ساله را امضا کرد. حاج آقا، حکم اعدام چرا؟ شما به من قول داده بودید، قول داده بودید اگه این دروغ ها را در دادگاه بگویم مرا هم آزاد میکنید، رهایم میکنید، دست از سر خانواده هم بر میدارید. حاج آقا، حکم اعدام چرا؟ من 19 سالم هست، کدام بمبگذاری، کدام آدم کشی؟ حاج آقا، این دروغ ها را من به خاطر شکنجه هایی که شما بر من روا کردید گفتم. شما مرا مجبور کردید چنین دروغ هایی را سرهم کنم. در تاریخ 6 بهمن سال 88 منم بازداشت شدم. از اونجایی که منم به مانند علی زمانی آرش رحمانی یک پادشاهی خواه بودم، سرنوشت این دو برام مهم بود. قلبم براشون میزد. در اتاق های بازجویی روزی تقریبا 3-4 روز پس از دستگیری بازجویی اومد دنبالم به نام نجفی، منو بردن در اتاق بازجویی. عبادی بازجوی دیگرم نشسته بود به همراه آقای نجفی، شیرینی روی میزشون بود و من تعارف داد آقای عبادی، گفتین شیرینی رو بفرمایید بخورید. بر رسم ادب بهشون گفتم سپاسگزارم، میل ندارم. آقای نجفی زد زیر خنده، گفت نه، این شیرینی خوردن داره، این شیرینی اعدام دو تا مثل شما هاست. آرش و علی زمانی رو بهم گفت اعدامشون کرد. لحظه سختی بود. بی اختیار عشق از چشمانم جاری شد، ولی با تنفر به هر دوی آنها نگاه میکردم و تلاش میکردم صورتشون رو تو ذهنم بسپارم و خبر بدی براشون دارم. چون همچنان صورت هر دوشونو خیلی خوب در ذهنم حفظ کردم. Iranian officials hanged 20-year-old Arash Rahmanipour on Thursday, and his lawyer says they did it without telling his family. In a phone call from Tehran, human rights lawyer Nasreen Sotoudeh, pictured here in a video posted on YouTube, told CNN neither she nor her client's family knew he was even sentenced to death, let alone executed. She says Rahmanipour's father saw the news on TV and was charged with being a member of an anti-government monarchist group. During Rahmanipour's 10 months in prison, his lawyer says she only saw him once for 15 minutes,
Last August, Rahmani Pour appeared in a mass trial on state TV. You're watching what the government described as his confession to plotting against the government. His lawyer says the confession was forced. My client told me... این آشوره به وجود آمد. اگر حالا ما از این ضعف از خودتون نشون بدید، آینده بدتری در انتظار شما هست. در بند 350 اوین ما خیلی نگران جان پیمان بودیم. پس از مرگ آرش، نگرانی ها رو پیمان بیشتر شده بود. شایعه کرده بودند که هر کسی رو به بند 350 بیارن دیگر اعدام نمی کنن. و پیمان عارفی همچنان در 209 نگهداری می شد. بالاخره پیمان رو اواخر فروردین سال 89 به بند 350 آوردن. ولی بار نخست در صف تلفن بند دیدمش، بهش گفتم شما پیمان عارفی هستید؟ گفت بله. در گوشش گفتم به تو پسرم من خیلی افتخار میکنم. لبخندی زد و گفت سپاسگزارم. از همان موقع بود که دوستی ما پا گرفت. هر روز که میگذشت به شخصیت پیمان بیشتر انس میگرفتم و ارتباطمون صمیمیتر میشد. پیمان صدای گرمی داشت، عاشق آهنگای ابی بود. در اتاق چهار با هم بودیم و بچه‌ها بیشتر شبا ازش می‌خواستن برامون بخونه. وقتی که می‌خوند حسابی لذت می‌بردیم. صدای پیمان اون روزها در بند تکیه‌گاه ما شد. کی اشکاتو پاک می‌کنه شبا که قصه داری، دست رو موهات کی می‌کشه وقتی منو نداری؟ شونه یکی مرهم حق حقت میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره؟ برگ ریزونای پاییز کی چشم راد نشسته، از جلو پات جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا؟ تا خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا. نگرانی از حکم اعدام پیمان روزها برای ما خیلی نگران کننده بود. تا اینکه یه روز پیمان رفت تلفن زد و پس از تلفن اومد لبخندی به هممون زد. گفت اعدام منو شکوندن. گفت من دیگه حکم اعدام ندارم. تبدیل شد به 15 سال حکم. چه کردیم با این جوانان؟ چه کردید یعنی با این جوانان که 15 سال حکمو باید خوشحال باشن؟ جوانانی که هیچ گناهی نکردن جز عشق به میهن. آره، پیمان برای 15 سال حکمی که گرفته بود خیلی خوشحال بود. در آن زمان با پیمان در اتاق 4 هم اتاق بودم. سریالی پخش میشد از کانال 3 به نام فاصله ها. تیتراژ پایانی این سریال یک ترانه ای بود که بچه های بند به ویژه بچه های اتاق 4 باش ارتباط برقرار کرده بودن. هر شب موقع پخش این سریال که تموم میشد و تیتراژش که آغاز میشد، پیمان بلند میشد و لب میزد همراه با این ترانه. ما هم جلوی پای پیمان میشستیم و به صورت کنسرت دستامون رو تکون میدادیم. بعضی هم که فندک داشتن فندک ها رو اینجوری میچرخوندن. شبایی بود.
همسر من نازنین در ملاقات‌های حضوری توانسته بود یک ایمپیتری حاوی 400 تا آهنگ ایرانی رو برای من جاساز کنه و بیاره. از اونجایی که ارتباط صمیمی با پیمان داشتم، بیشتر وقتا این ایمپیتری دست پیمانم بود. پیمان هر بار گوش میکرد و برای من ایمپیتری رو میآورد، کلی سپاسگزاری میکرد. ولی میگفت میدونی چیه امید؟ این آهنگا آهنگایی نیست که من دلم میخواد. بعد به زیبا یه بار بگم آهنگ های مورد علاقه من رو در یک امپیتری بریزه و بیاره. روزها گذشت و روزهای دوشنبه ما ملاقات داشتیم. یکی از این دوشنبه ها دیدم پیمان خیلی داره تیپ میزنه. گفتم پیمان نکنه ملاقات حضوری داری؟ گفت درست فهمیدی، امروز ملاقات حضوری دارم. پیمان رفت ملاقات و برگشت، اما شاداب نبود، به زمین و زمان فوش میداد. گفتم چی شده پیمان؟ گفت ملاقات حضوری منو کنسل کردن. رفتم دیدم در اتاق کابینی ملاقات دارم با زیبا و مادرم. هر دو داشتن گریه میکردن. گفتم چرا دارید گریه میکنید؟ آره، زیبا آهنگهای پیمان رو زده بود، ایمپیتری کرده بود و جاساز کرده بود، ولی متاسفانه موقع بازدید ایمپیتری رو پیدا کرده بودن و ملاقات حضوریشون رو لغو کرده بودن و کلی توهین به زیبا کرده بودن. و زیبا مثل ابر بهار گریه میکرد و پیمان اون لحظه ها در بند مثل مار به خودش میپیچید، فقط و فقط به جرم گوش کردن چند آهنگ. بعدها اتاق من عوض شد و منتقل شدم به اتاق 1 و پیمان در اتاق 4 موند. یه شب اون زمان سریال مختار رو پخش میکردن. از اونجایی که من علاقه به تاریخ داشتم این سریال رو با دقت نگاه میکردم. یه شب پیمان سراسیمه به اتاق ما اومد. پیمان از اونجایی که با یکی دیگه از افرادی به نام آقای داوری هم ارتباط نزدیکی داشت، به سوی من و داوری اومد و با حالتی پریشون گفت فردا منتقلم میکنم به مسجد سلیمان. خیلی ناراحت بود. برگشت گفت من که نمیگم زندانم رو کم کنن، حداقل حالا که نامردی کردن، به ناحق منو زندان انداختن، بذارن در اوین بگذرونم ادامه حبسمو. چرا میخوان منو تبعید کنن به زندان مسجد سلیمان؟ آخه مادرم، مادر پیرم، همسر جوانم، چجوری تا اونجا میخوان بیان؟ پیمان از همون لحظه نگران بود. از همون لحظه نگرانی رو در چشمانش میشد دید. تا صبح رفتیم تو اتاق 4 و با پیمان نشستیم و پیمان لوازم خودش رو جمع میکرد، لباسهای خودش رو جمع میکرد. با لباسهای خودش که جمع میکرد اونا رو میذاشت در ساک، انگار تیکه تیکه گوشت ما رو میکند. لحظه های رفتن پیمان رو با هیچ سخن و فیلمی نمیشه توصیف کرد. لحظه که پیمان اون ساکش رو ساعت 8 بامداد رو دوشش انداخت و راه روی بند میرفت و بچه ها براش یار دبستانی میخوندن. لحظه هایی که پیمان همه ماها رو بغل میکرد و میبوسید و از ماها حلالیت میطلبید. لحظه ای که از پله های بند 350 به بالا میرفت تا به اتاق و اونجا برگه رو امضا کنه و بلند شه بره مسجد سلیمان. این لحظه ها قابل توصیف نیست. لحظه های درد بود. لحظه هایی بود که دیگر ما پیمان رو کنار خودمون نداشتیم. لحظه های سیاهی بود. لحظه هایی بود که در آینده سرنوشت خانواده پیمان رو رقم زد. بعدها در 6 شهریور 1390 منم حکم آزادی گرفتم و 72 ساعت بعد به همراه همسرم به خانه پیمان رفتیم. مادر پیمان از همون ابتدا جوری با من برخورد کرد که انگار سالها میشناختمش. زیبا جوری از پیمان تعریف میکرد که انگار من پیمان رو نمیشناختم. برگشتم به زیبا گفتم زیبا جان، پیمان رو شناختم، میدانم که بسیار انسان دوست داشتنیه. چقدر تلاش کردن این خانواده تا اعدام پیمان رو بشکنن، اما غمی که برای آرش در این خانواده من دیدم، در چشم مادر پیمان دیدم، مامان ناهید، خیلی نگران کننده بود. مامان ناهید همش از آرش میگفت آرش باورت نمیشه، یک گربه رو از گوشه خیابون پیدا کرده بود، چجوری بهش میرسید؟ این بچه میتونست بمبگذاری کنه؟ بچه 19 ساله و بمبگذاری. مامان ناهید و زیبا هم برای آرش خیلی دلشون میسوخت و هم
نگران سرنوشت پیمان بودن. اما از همون ابتدا یک مشکلی رو من دیدم و اون بی کسی مامان ناهید و زیبا بود. بی کسی که پیمان از اونجایی که فعال سیاسی معروفی نبود، اصلاح طلب نبود، دستش به جایی بند نبود، توسط رسانه ها مورد کم لطفی و بیتوجهی بعضن فراموشی قرار می گرفت. جز وکیلش جناب مصطفی که در مقاطعی اخبار ایشون رو رسانه‌ای کرده بود، هیچ کس به فکر این خانواده نبود و این خانواده هم خودشون هم می ترسیدن اقدام می کنن و این ترس مامان ناهید و زیبا همیشه من آزار می ده. از اونجایی که من می دونستم این خانواده چقدر بیکس هستن در ارتباط با اطلاع رسانی در مورد فرزندشون، یه روز با یکی از دوستان که ارتباطی داشت با سایت هرانا، هر دو با هم رفتیم خونه مادر پیمان عارفی. همون دقیقه مامان ناهید و زیبا انقدر خوشحال شده بودن و انقدر ما پذیرایی کردن که من شرمنده شدم. این دوستمون به مادر پیمان قول داد که مصاحبه‌ای رو ردیف کنه با سایت هرانا انجام بدن. وقتی که از خونه پیمان داشتیم اومدیم بیرون، با این دوست گرامی وقتی که در خیابان بودیم و رسیدیم به خیابان کوروش، همون خیابان شریعتی فعلی، این دوست عزیز گفتش که اصلا باورم نمیشه چقدر این مادر این فرزندانش رو دوست داره، چقدر عاشقانه. با یک نگاه میشه فهمید که زیبا میمیره برای پیمان و با یک نگاه فهمیدم چه عشقی میونه بین این خانواده وجود داره. خیلی افسرده شد دوستم، گفت امیدوارم هرچه زودتر پیمان آزاد بشه و به کانون گرم خانوادهش برسه، اونم این چنین خانواده‌ای که عاشقانه دوستش دارم. پس از آزادیم که 60 روزی در ایران بودم، تدارک عریسی رو داشتم انجام میدادم تا با نازنین انجام بدیم. در اون زمان قرار شد زیبا آرایشگر همسرم بشه، برای همین رفت آمدمون تو اون مقطع زمانی زیاد شده بود و زیبا بلند شده بود رفته بود حتی خیابون منوچهری و برای نازنین لوازم آرایش گرفته بود. حتی این حرفش رو در کامنت های خودش به همسر منم اعلام میکنه، میگه هنوز که میرم در خیابون منوچهری یاد اون روز میفتم که برای تو داشتم لوازم آرایش میگرفتم. منتها این رفت آمدهی که ما میرفتیم باعث شد که یکی دو بار وقتی پیمان از زندان به زیبا زنگ زد، من خونه زیبا اینا باشم و با پیمان گفتگو کنم. بعد نازنینم با پیمان وقتی که گفتگو کرد، گفت واقعا پسر با شخصیتیه. فرق یک انسان با شخصیت و با سواد در بین یک انسان عراضل همینجا مشخص میشه. نازنین تر همون چند گفتگوی کوتاهی که با پیمان داشت، واقعا شیفته شخصیت پیمان شد. اون زمان وقتی که رفتار مادر پیمانو من میدیدم، دیگه نتونستم طاقت بیارم. با وجود این که حتی به مادر خودم نگفته بودم که میخوام از ایران خارج بشم، برگشتم به مامان ناهید گفتم که من بعد از عروسی به سرعت از ایران خارج میشم و میرم سوئد. تدارک مسائلش هم انجام شده. مادرش تو چشام نگاه کرد، گفت پسرم فقط هر جایی که رفتی اگر میتوانستی پیمان و ما رو فراموش نکن. بهش همون زمان قول دادم که هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. به پیمان 5 ساله که مرخصی نمیدن. حتی زمانی که 3 تا قده در سر پیمان به وجود اومد و نذاشتم بره عمل کنه. آخرش هم در بیمارستان یک عمل نصف کاره انجام دادن که نتیجه هم نداشت. مادر پیمان، مامان ناهید از این مسئله خیلی غصه میخورد. زیبا در کامنت هایی که با همسر من داشت تماما از این موضوع شکایت میکرد و میگو از این بابت ما خیلی ناراحتیم که پیمان رو حتی به خاطر داشتن قده هایی که در سرشه بهش مرخصی نمیدن. زیبا در کامنت هایی که با همسرم داره اشاره میکنه به عروسی برادر پیمان و میگه پیمانو به خاطر عروسی برادرش حتی 24 ساعت بهش مرخصی ندادن. همه زندانی ها یک مرخصی دارن، یک حقوقی دارن، ولی پیمان از همه این حقوق محرومه، چون گمنامه.
در گفتگوهایی که با پیمان در خانه مامان ناهید و زیبا داشتم، پیمان دائم وضعیت نامناسب زندان مسجد سلیمان میگفت. میگفت اینجا هوا بالای 40 درجه است و کولر نداریم. زمانایی هم که کولر داریم برق نداریم. پیمان خیلی وضعیت نامناسبش در اونجا گله میکرد. میگفت من انداختن در بین یک مشت قاتل روانی. میگفت طرف با شیشه میزنه تو سر خودش. ما شبا میخواییم بخوابیم شهامت خوابیدن درست نداریم، چون چند شب پیش در تخت بغلی من کسی با چاقو حمله کرده. گفت شرایط امنیتی مسجد سلیمان بسیار برای من غیر قابل تحمله. آره، یک بچه 21 ساله رو میگیرن میندازن زندان، پسرعمه‌ش رو اعدام میکنن، خودش رو انقدر بزرگ میکنن، میگن تو بمبگذاری میخواستی بکنی، بعد بهش 15 سال حکم میدن، منت سرش میذارن، بعد تبعیدش میکنن به مسجد سلیمان، اونم با این شرایط. در خارج از کشور هر زمان هر مراسمی بود نام پیمان رو میآوردم. در بیشتر برنامه ها نامش رو میگفتم و قبل از اینکه نام پیمان رو بیارم زنگ میزدم به خونشون و به مامان ناهید میگفتم در فلان تلویزیون الان برنامه دارم و شما برنامه رو نگاه کنید، نام پیمان رو خواهم آورد. مادرش خیلی خوشحال میشد ولی خیلی هم میترسیدم. در خارج از کشور زندانیانی مثل پیمان شوربختانه مورد توجه قرار نمیگیرن، بعضا فراموش هم میشن. اگر هم خبراشون کار بشه یک کوتاه یک کوچیکی یه جا خبر رو کار میکنن و به دست فراموشی میسپارن. و این ترس مادر پیمان و زیبا همسر پیمان هم مزید بر علت بود که خبر پیمان درست کار نشه. ترسی که از عشق میومد، ترسی که باعث میشد زیبا دست به هر کاری بزنه، ترسی که آخر عاقبتش خیلی غم انگیز تموم شد. مامان ناهید و زیبا همیشه از مسیری که طی میکنن تا به پیمان برسن گله‌مندی میکردن. میگفتن مسیر طولانیست و وقتی که هم میرسیم 30 دقیقه از پشت کابین پیمان رو میبینیم و بر میگردیم. حتی اجازه داشتن یک بغل کردن همسرم و یا پسرم را ندارم. اینا حرفای مامان ناهید و زیباست. مسیری بسیار خطرناک و در جاده تهران اهواز طی میکردن. من نمیدونم این مسئولین کشور که این همه هزینه میکنن برای بمب اتم چرا به جاده های ایران نمیرسن. مردم اهواز چه گناهی کردن که جاده ها باید به این شکل باشه، انقدر خطرناک باشه. بالاخره در این رفت آمد ها در 28 آذر به ما خبر رسید که مادر پیمان، مامان ناهید و زیبا، زمانی که برای دیدن پیمان رفتن تصادف میکنن. عجیبه، تصادف میکنن و هر دو جان میبازن. راننده فامیل پیمان بوده، به همراه همسرش در جلوی ماشین میشینن و
و مامان ناهید و زیبا در پشت ماشین و ماشین چپ میکنه و خیلی جالبه که سرنشینای جلو هیچ اتفاقی براشون نمیافته و برای مامان ناهید و زیبا این اتفاق غم انگیز میفته و پیمان رو رها میکنن تا پیمان تنها دلخوشیش که یک ملاقاته، یک صداست از پشت تلفنم از دست بده. پیمان 5 ساله داره با یک صدا زندگی میکنه و اون صدای زیبا بود که وقتی که تلفن زنگ میزد صدای زیبا رو بشنوه. اما پیمان امروز دیگه زیبا رو نداره، مامان ناهید رو نداره. من نمیتونم بپذیرم ماشینی چپ بکنه، سرنشینای جلو براشون اتفاقی نیفته، ولی عد مامان ناهید و زیبا، مادر و همسر یک زندانی سیاسی، او رو ترک کنن. من نمیتونم چنین چیزی رو بپذیرم. بر فرض محال این داستانی که به من گفتن و به ما گفتن درست و حقیقت داشته باشه، چیزی از جنایت جمهوری اسلامی کم نمی کنه، چیزی از باورمندان به اسلام اهریمنی کم نمی کنه که این خانواده رو اینگونه پاشاندن، چیزی کم نمی کنه. پس از انتشار اخبار فوت مامان ناهید و زیبا، فضای مجازی پر شد از اخبار و مقاله ها در مورد این داستان. اونایی که نمیشناختن و انسان های معمولی بودن، دست تک تکشون رو میبوسم که این اخبار رو کار کرد. اما برای من خیلی جالب بود کسانی که میشناختن اینا رو و در این 5 سال یا سکوت کرده بودن و یا در حد یک رفع مسئولیت یک خبر کوچکی کار کرده بودن و نام خودشون رو اصلاح طلب و فعال حقوق بشر گذاشته بودن، ولی همشون متاسفم که به یک باره پیمان شناس شدن. فرهنگ مرده پرستی تو خونمونه، از اسلام به ارث بردیم، حتما باید مامان ناهید و زیبا میمردن که شماها اخبارشون رو کار کنید. کلیپی رو چند وقت پیش، 7-8 ماه پیش اگر اشتباه نکنم، به نام من صدای پیمان عارفی هستم و درست کردم و منتشر کردم. این کلیپ در کانال یوتیوب من 300 تا بازدید بیشتر نداشت، اما پس از مرگ مامان ناهید و زیبا این کلیپ به یک باره شد 1300 تا. سخنی نیست، خود همین داستان نشان میدهد که 7-8 ماه یک کلیپ 300 تا بازدید داشته باشه، ولی در عرض 24 ساعت به یک باره 1000 خورده‌ای بشه، نشانگر اون فرهنگ مورد پرستی است. مشکل ما فرهنگی است، مشکل ما باورهای اسلامی است که ممانند بختک در این کشور نهادینه شده و روی ما افتاده. مسئله دیگه‌ای که ذهنیت منو به خودش مشغول کرد، انتشار عکسی از زیبا بود. انتشار عکسی از زیبا که در شادی مردم در خیابان عکس روحانی رو گرفته. انتشار این عکس واکنش‌هایی رو در بر داشت از چندین سو. از یک سو به مانند همیشه اصلاح طلبان سودجویی که گفتن آی زیبای ما اصلاح طلب بوده و چنین دروغی رو به این دختر بستن. از اون طرف هم در جبهه نیروهای براندازی به مانند من بود که خیلی حق به جانب و خیلی فیلسوفانه گفتن ایشون به ایران خیانت کرده. بله، اینو در حالی گفتن که پشت کیبورد نشستن و حتی 24 ساعت در زندگیشون بازداشت نشده، گفتن خیانت کرده کسی که رأی بده. هر دو سوی اینها، چه آنان که زیبا رو اصلاح طلب دونستن، چه آنان که گفتن خیانت کرده، از هر دو سوی اینا میپرسم معنای عشق در بند رو میفهمید یعنی چی؟ معنای بازداشت رو میفهمید یعنی چی؟ معنای 5 سال دوری از عشق رو میفهمید یعنی چی؟ شمایی که 24 ساعت هم بازداشت نشدید، چگونه به خودتون اجازه میدید این چنین قضاوت میکنید؟ چه میدانید از باورهای زیبا و مامان ناهید؟ زیبا تنها و تنها دلش برای پیمان تنگ شده بود، خسته شده بود. در کامنت هایی که با نازنین داره میگه اینا رو. زیبا فقط میخواست پیمان نزدیکش باشه. فکر میکرد با آمدن روحانی، به هر حال انسان با امید زنده است، فکر میکرد با آمدن روحانی این زندانیان سیاسی آزاد میشون. ما تو شرایط زیبا نبودیم. قضاوت کردن خیلی راحت شده. آه،
امان از این قاضی صلواتی های بیرون از زندان. به خدای ایران که قاضی صلواتی دلش از شما رحیم تر است. چگونه به خود اجازه میدید قضاوت میکنید؟ چگونه به خودتون، شماهایی که عکس زیبا رو با عکس آقای روحانی گذاشتید، به خودتون اجازه میدید زیبا رو اصلاح طلب بدونید؟ مرد خوری تا چه اندازه؟ شهید دزدی شنیده بودم آقای این اصلاح طلب، یعنی اینجوری دیگه مرد دزدی ندیده بودم. زیبا متعلق به هیچ کدومتون نبود. نمیخوام بگم متعلق به طیف فکری من یا هر چی، زیبا یک انسان بود. زیبا کسی بود که فقط میخواست با پیمان زندگی کنه. انقدر نخواهید همه چیز سیاسی کنید. حقوق بشر سیاسی نیست. همه چی رو سیاسی نگاه نکنید. همه چی رو به نفع خودتون مصادره نکنید. جنایتی که در حق این خانواده انجام شد، مسبب اول و اصلی آن بدون شک جمهوری اسلامی است. بازجویان وزارت اطلاعاته. بدون شک آقای پیرعباسه که نامه تبعید پیمان رو امضا میکنه. این جنایت بدون شک مسبب اصلیش قاضی صلواتیه. اما در کنار این جانیان آدمخوار، کسان دیگری هم سهیم هستن. نخست انقلابیون 57، کسانی که در خیابانها با هر نوع طرز تفکر سیاسی ریختن و حکومت اسلامی رو بر کشور ما تحمیل کردن. آرش 19 سالش بود، پیمان 21 سالش بود زمانی که بازداشت شد، زیبا 20 سالش بود. هم نسلی های من هیچ نقشی در اون انقلاب نداشتن و شما این انقلاب رو به کشور ما تحمیل کردید. شما مقصرید. در کنار شما پناهجویانی هستن که میان در اروپا ادعای سیاسی بودن میکنن، به مانند زالو از خون زیباها میمیکن، خودشونو جا میزنن، میگن زندان بودیم، به مانند زالو از خون پیمانها میخورند و خودشونو زندانی سیاسی معرفی میکنن و اقامت میگیرن. ولی بعد از اقامت به یک باری میگن ما سیاسی نیستیم. بعد از اقامت نمونه هایی رو داریم که براشون اقامت ها رو گرفتیم، توی مدرسه با ما میان و در مدرسه ازشون میپرسن، میگن شما چجوری اقامت گرفتیم؟ و این خانوم خیلی راحت میگه که من اقامت ازدواجی گرفتم. این شرم بر شما. اقامتشون رو میگیرن، دم از سیاسی بودن میزنن در همه تظاهرات ها برای این زندانیان سیاسی که در واقع برای خودشون میرن که اقامتشون رو بگیرن، میروند. ولی بعد از اقامت زن و شوهر هر دو با هم دیگه فیسبوکشون رو میبندن، دیگه نیست و نابود میشن و ما نمیدونیم کجا هستن. اقامتشون رو میگیرن و بعد از اقامت وقتی بهشون میگیم دیگه چرا نمیاید که عکس این زندانیان سیاسی رو در دست بگیرید، میگن آقای دانا آخه این کارا که پول نمیشه. بهشون میگیم چطور قبلش میومدید؟ میگن قبلش نیاز به اقامت بود. بله، در کنار جمهوری اسلامی، انقلابیون 57 و سودجویان و منفعت طلبان پناهجویی که نام این زندانیان سیاسی اقامتاشون رو میگیرن و بعد میگن ما سیاسی نیستیم، شریک هستن. همه شماها قاتل این خانواده هستید. برنامه‌ای که دیدید روایت تلخی بود از یک تراژدی غم انگیز، تراژدی غم انگیزی از یک خانواده که سوی من به عنوان همبندی پیمان نقل شد. مطمئناً این روایت کمی و کاسی ها و یا شاید زیادگویی هایی داشت. از پیمان عزیز میخوام اگر روز این برنامه رو دید و کمی و کاسی ها و یا زیادگویی ها رو دید ببخشد، چون 48 ساعت بعد از فوت مامان ناهید و زیبا این ویدیو رو ساختم. و بعد به پیمان بگم ما هم به مانند تو در این 48 ساعت به مانند ابر بهار گریه کردیم. تراژدی غم انگیزی که برای پیمان و خانوادهش انجام شده، به راستی امروز باید توسط نویسندگان و کارگردان های اروپایی به جای تراژدی های خیالی شکسپیر و هملت، یا از سوی شما ایرانیانی که در داخل ایران برای حسین تو سر خودتون میزنید و تراژدی دروغینی برای حسین درست کردید، امروز تراژدی حقیقی تراژدی خانواده پیمان عارفی است. اگه برای حسین این همه تو سرتون میزنید، برای خانواده عارفی چقدر باید تو سر خودتون بزنید که عامل مرگ شماها هم بودید. کامنتی رو خوندم در جایی که نوشته بود ماندلای ما آن جوان
میهن پرستیست که به جرم پادشاهی خواهی بهش 15 سال حکم دادن، پسر داییش را اعدام کردن، مادر و همسرش را هم ازش گرفتن و کشتن. به راستی امروز پیمان عارفی ها ماندلای امروز ما هستن. پیمان عزیز، قلم ها و این فیلم ها توان بازگویی آنچه که بر تو رفته را ندارد.